درود رفقا، آرش آرتورشان هستم با سری آموزش های گیتار آواز رایگان. بچه ها، این جلسه میخوام بهتون آهنگ بازی بالایی ها رو یاد بدم. سال 2017 تون آموزش های قدیمی من این آهنگ رو یاد داده بودم، ولی امروز خیلی قرار متفاوت و خاص باشه. خیلی نکات جدید و باحالی قرار بهتون یاد بدم و کلن فکر میکنم حسابی سورپرایز بشین این جلسه. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم، بریم سراغش. یه دوچهار جدید میخوام بهتون یاد بدم. من بهش میگم دوچهار پیشرفته یا دوچهار شپرونبا. این خیلی راحت تر با این آموزش این دوچهار یه کاری میکنه که شما راحت تر اسپانیش رو یاد بگیرید، رومبای اسپانیش رو یاد بگیرید. خب بچه ها نگاه کنید، خیلی ساده است، الان براتون توضیح میدم. دو تا دونه ریتم دوچهار میخوایم پشت سر هم بزنیم. ریتم دوچهار چجوری بود؟ پی آی آپاگادو آی پی آی آپاگادو آی، میشد دو تا ریتم دوچهار. پس بنابراین یه جورایی این ریتم دوچاره پیشرفته که میخوام بهتون یاد بدم چهار چهاره، یعنی دو تا دونه ریتم دوچاره. ولی ما میگیم دوچار که با اون بخش چهار چهارا قاطی نشه، چون چهار چهار هم چندی ریتم میخوام بهتون یاد بدم. ببینید دو تا دوچار پشت سر هم میزنیم. چرا میخوام این کارو بکنم؟ چرا میگم دو تا؟ واسه اینکه قراره توی این دو تا ریتم یه ضرب حذف بشه و به جاش یه مکس گذاشته بشه. ضرب جالبی هم از ضرب اول ریتم دوم، یعنی این پی دومیه، یه پی اینجاست یه پی هم اینجاست، دومی رو قراره نزنیم ولی قراره به جاش مکس کنیم، یعنی وایستیم همونقدر که یه خلأ توی ریتم ما ایجاد بشه. یعنی بگیم یک و دو و و دو و، دیدین یک و دیگه نزدم، میگیم یک و دو و یک و دو و، این ساده شه. حالا میگم یک و دو و و دو و، یک و دو اتفاقی میفته، از و دوباره ریتم دوم شروع میشه. اگه ریتممون بگیم یک و دو و، ریتم دوممون یک رو نمیزنیم، مکس میکنیم، از و دو و ادامه میدیم. ببینید آروم میزنم یک و دو و، اینو نمیزنم و دو و، پی و دو و، پی رو نمیزنم و سر هم زدم که شما بتونید با این ریتم تمرین کنید. بچه ها این آهنگ والایار ملودیش خیلی قراره توی نوتخونی کمک میکنه. بعدها که من میخوام نوت بهتون مثلا یاد دادم یا خودتون اگه دارین نوتخونی کار میکنید، این آهنگ خیلی جالبه. یادتونه بچه ها در مورد نوتها بهتون گفتم، در مورد زمان نوتها میگفتم، مثلا ما یه سیاق داریم که با هر یک دو سه چهار، مثلا تو چهار چهارم چهار تا دونه سیاهه که پشت سر هم رو هر ثانیه میزنیم. یا چنگ داریم میشد یک و دو و سه و چهار و دو، برابر بود سرعتش و توی میزان چهار چهار هشت تا میزدیم. یه دونه مثلا نوت گرد داشتیم که میگفتیم یک دو سه چهار، کششش چهار ضرب طول میکشید. یادتون اومد؟ حالا ملودی والایار خیلی جالبه، تشکیل شده از یک میزان کلن چنگ، یه میزان گرد، یه میزان کلن چنگ، یه میزان گرد. اینش خیلی ساده و جالبه. یعنی مثلا اگه نگاه کنید توی میزان اول تب چرمون هشت دونه نوته که میگه لا 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 لا، رفتم تو میزان بعدی. حالا میزنمش ببینید، نوتاش که ساده است بچه ها دیگه، واسه تو دونه دونه نمیگم فرت چند، تب چرم گذاشتم دیگه. ببینید من میخوام بزنمش، میگه یک و دو و سه و چهار و یک و دو و سه و چهار و، و دوباره میزان و سوم شروع میشه. پس میزان اول و دوم هشت دونه چنگ یه دونه گرد، یعنی هشت نوت چنگ و یه دونه نوت گرد، سه چهار، دوباره دو سه چهار. دیدین الان چهار تا میزان زدم. فقط یه نکته خیلی مهم بچه ها، اینجا فرنت چهار ما داریم، حتما ما انگوش کوچیکه ها توی میزان سوم ما یه دونه نوت فادیز داریم، سیم چهار فرنت چهارم، حتما ما انگشت چهار، ما این انگشت چهار بعد را بیفته. بچه هایی که توی سال 2017 من بهشون گیر میدادم سر ملودی، میگفتم از این انگشت استفاده کنید، استفاده نکردم، همشون بلا استثناء ملودی جا موندن. بنابراین
از الان تمرین کنید که جا نمونید. حالا میدم یه بار از اول آروم میزنم براتون ملودی رو. خیلی ملودی ساده ای بچه‌ها، خیلی ملودی ساده ای، سعی کنید درست و اصولی بزنیدش. حالا بریم میخوام با 2-4 و این ملودی ترکیبی یه چیز بانمک بهتون یاد بدم. ترکیب ریتم و ملودی، چیزی که این ترم دومین بار دارم در مورد صحبت میکنم. میخوام یه فن باحال بهتون یاد بدم. بچه‌ها ما میخوایم ملودی بزنیم و ریتم رو همراهش کنیم. من الان آروم میزنم ببینیم منظورم چیه. یعنی میخوام بگم چجوریه که این دوتا داره حل میشه تو هم؟ من دارم بچه ها اون نوت گرده رو حذف میکنم. یعنی مثلا ملودیمون این بود دیگه، میگفت این لا، این نوت سیم سه فرت دوم که نوت لا هست، اینو حذفش میکنم. به جای اینکه این لا رو بزنم، میام ریتممو شروع میکنم رو اون آکوردی که اونجا گذاشتم واسهتون. فقط بچه‌ها بهتون بگم این بایدش اینه که شما اول بعد اون مرحله قبلی ملودی رو فول یاد بگیرین، بعد بیاین سراغ این کار و ریتمتون هم خوب سوار باشین با این آکوردا که این بشه شدنی بشه. یعنی یه بار دیگه میزنم، ببینید میزان اولو میزنم، میزان دومو دیگه نمیزنم نوت لا رو، به جاش ریتم میزنم رو فا ماژور. دو تا میزنم دیگه نمیخواد، اینا رو فقط کافیه بردارم انگشتم روی لا هست، یعنی میزان سوم از این لایه شروع میشه دیگه، سیم سه فرت دو، انگشتم اینجا آماده است. فا ماژور اینجوری فقط این سه تا رو برمی‌دارم که بگم سری میام رو سول ماژور، به جای اون تا آخر ورش میدارم، کامل میگیرم و از اینجا میرم پایین. استثناء هم میمینو رو اینجا اینجوری گرفتم، باشه اینکه اینجوری بگیرم استثناء هم. یه جاهایی توی فینگر استایل، توی این فنهایی که داریم به کار میبریم، به اصطلاح من بهش میگفتم ترفند، توی این ترفند های گیتار مجبور میشیم بعضی وقتا شکل و شمایل کوردا رو تغییر بدیم. بنابراین اگه دیدین یه نوازنده ای داره فینگر استایل میزنه، یه دفعه مثلا مینور اینجوری میگیره، شاکی نشین، اون اونجا نیاز بوده که این شکلی بگیره. همینجا الان دیدین من این شکلی گرفتم و کارم بیشتر راه انداخت، ولی میمینور اصلش این شکلیه. بچه‌ها نکته خیلی مهمی که یادم رفت توی ملودی بهتون بگم، چون باید هر جلسه بگم، هر جلسه میگم، این جلسه هم میگم، حتما آی او امتون رو به ترتیب بزنید. یه سری نوازنده ها هستن میان مثلا توی پیجشون میگن که آقا نه آی سه تا بزن یا ام سه تا بزن، یه جاهایی توی یه قطعات یه نوازنده اینو به عنوان تکنیک استفاده میکنن، ولی 100% بدونید باید آی او ام به ترتیب باشه توی ملودی. اون یه جای خاصه که متاسفانه نمیام بگن آقا یه جای خاص، یه نوازنده خاص توی قطعه خاص این کارو کرده، نه، شما بدونید عام قضیه درست، قضیه تخصصیش میگه آیا این باید به ترتیب باشه. بریم سراغ ویدیو اجرا. قبل از اینکه این آهنگ رو اجرا کنم یه چند تا توضیح بدم. بچه من این آکوردا رو ساده سازی کردم، بعد طبق معمول اومدم در حالت آزاد میخوام بزنم واسه آقایون، بعد باره بند ببندیم روی فرت های جلوتر برای خانما. مثلا خانما رو فرت پنجم باره بند ببندن با این آکوردا خیلی راحت میتونم بزنم، خیلی هم قشنگ میشه. تو مثلا من احساس میکنم که توی اکثریتشون هم جواب میده، حالا بس به صداشون که مثلا تیزتره یا مثلا بندتره میتونن یه ذره جابجاش کنن، ولی فرت پنجم یه جای مثلا عمومیه نسبت به هنرجوی خودم که تجربه‌ام نشون میده اینجوری بوده. خب بچه ها من این اجرا رو که میخوام براتون بذارم یه توضیح کوچولو بدم. بچه ها کلن اجراها رو اگه یوتیوب بذاره کپی رایت نخوره براتون میذارم توی یوتیوب، ولی اگه نذاره براتون میذارم توی اینستاگرام اجراها رو، و حتما بر همین پیج من رو لطفا فالو داشته باشین. و توی اپلیکیشن هم که هستش دیگه، اپلیکیشن که کلن میذارم توی اپلیکیشن که کلن با هم دیگه هست. پس بنابراین از این بعد اجراها جداست، یعنی در قالب ویدیوی آموزشی نیست، اجرا یک ویدیوی دیگه است که اگه یوتیوب اجازه بده توی کانال میذاریم، اگه اجازه نده میریم توی اینستاگرام. مثلا دلبر ناب جلسه قبلی یوتیوب به ما کپی رایت زد، نتونستیم توی یوتیوب بذاریم چه اجرای من چه اجرای هنرجوی خانومم.
جفتشو گذاشتم تو پیج اینستاگرام، هم میتونید شما ببینید و استفاده کنید. بریم سراغ اجرا. یه نکته دیگه هم بچه ها بهتون بگم. ببینید بچه ها، تو این آهنگ اینو با تمرین کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ اجرای آهنگ اینو تمرین کنید. سول دستمونو میکشیم فا و از میمینور شروع میکنیم ریتم زدن. پس دست هم میکشم رو سول، بعد میکشم رو فا، بعد از می شروع کنم ریتم زدن. یعنی اینجوری. این اتفاق توی آهنگمون میفته. یه تکنیک خیلی بانمکه، میتونین ازش استفاده کنید. Thank you.